توی بازی کردن با اسپید و سرعت فیلم سه تا گزینه داریم داخل پریمیر، همینطور که توی تصویر میبینید که احتمالا اکثر کسایی که با پریمیر کار کردن با این سه گزینه آشنا هستن یا اگه آشنا هم نباشن دیدنش. توی این ویدیو میخوام کاملا بهتون تفاوت این سه تا رو توضیح بدم. اینکه ما مثلا یه ویدیوی 30 فریم داریم یا 60 فریم داریم میخوایم اسلوش کنیم، خب یه ویدیوی 30 فریم معمولا تا یه حدی میتونه اسلو بشه، اما به کمک بلندینگ و اپتیکال فلو، در واقع فریم بلندینگ و اپتیکال فلو، میتونه این اسلو شدن خیلی نرمتر بشه. در واقع کارشون اینه. اما اینا چجوری کار میکنن؟ تو این ویدیو میخوایم به این بپردازیم. ببینید، ما سه تا گزینه داریم: فریم بلندینگ، فریم سمپلینگ که همون اولیه، فریم بلندینگ دومیه و اپتیکال فلو هم سومی. اینا تفاوتشون با هم دیگه چیه؟ تو این ویدیو کاملا بهش میرسیم. من اینجا داخل نرم افزار بهتون نشون میدم. ما اینجا بخوام سرعت رو تغییر بدیم، در واقع یه کنترل آر میزنم، منو میذارم روی 50. این ویدیو 30 فریمه. تو حالت عادی خواهیم این ویدیو خیلی 30 فریمش ممکنه میبینین فریم هاش کمه دیگه برای اسلو کردن، اما رو حالت عادی که روی فلم سامپلینگ، در واقع این چیکار میکنه که ویدیو اسلو میشه؟ هر سه تا اینا یه کار خاصی رو انجام میدن. فریم سامپلینگ در واقع از فریم ها کپی میگیره و کنار هم میذاره، یعنی یه ویدیوی سرعت عادی و 30 فریم اگه عادی نگاه کنی همه فریم هاش فرق میکنه با فلش برید جلو، اما وقتی 50 میکنید و روی فریم سامپلینگ هست، الان بهتون نشون میدم که چه اتفاقی میفته. من اینجا یه رندر میگیرم که کاملا بتونیم ببینیمش. ببین، من الان اینا با فلش راست دونه دونه فریم ها رو میرم جلو که تفاوتش رو ببینید. میبینید من دو تا رفتم ولی یه دونه میبینین فریم، اگه به تایم پروگرام نگاه کنی فریم 2 3 1 و 4 تفاوت داره، 4 و 5 1 دوباره 6 تفاوت داره، 6 و 7 1 8 تفاوت داره، 8 و 9 1. میبینین اینا رو از هم کپی میگیره فریم ها رو و کنار هم میچینه. باید بدونید دیگه، در واقع یک ویدیوی 30 فریم یعنی اینکه 30 تا عکس کنار هم چیده شده و یک ثانیه از ویدیو رو تشکیل داده. اینا همه عکسه با دوربین های دی اس ال آر که حالا دیگه نمیخوام تخصصی وارد دوربین ها بشیم که چی کار میکنن که اینا تبدیل ویدیو میشه، اما یه ویدیویی که با دوربین های دی اس ال آر یا آینه دار گرفته میشه، در واقع از کنار هم چیدن عکس ها به وجود میاد. و وقتی شما یه ویدیوی 30 فریم رو که رو حالت 100% و رو اسپید نرمال قرار داره 50% کاهش میدید و سرعتش رو 50% کم میکنین، اگه رو حالت فریم سامپلینگ باشه فهمیدیم که کپی میگیره از فریم ها همونطور که رفتیم جلو. اما گزینه دوم چی کار میکنه؟ فریم بلندینگ. خود کلمه بلند معنیش در واقع همون ادغام کردن میشه، یعنی این یک فریمه، این هم یک فریم دیگه است، این وسط خالیه. وقتی ما صد میکنیم، ما وقتی رو حالت صد نگاه میکنیم این فریم ها، خب اینو فریمه، این فریم مثلا یک، این فریم دوه. وقتی رو حالت صده اینجوریه، اما وقتی رو حالت 50 میذارید این فاصله میفته. این فاصله چجوری پر میشه؟ خب تو اولی فهمیدیم که از این کپی میشه میاد اینجا پر میشه، اما توی دومی اینجوری نیست. فریم بلندینگ در واقع فریم اول و فریم دومو ادغام میکنه با هم، یا حالت بلندینگ آپشنی که توی افکت کنترل هست یا تو فتوشاپ هست یا تو افتر افکت هست، بلند آپشن، یعنی اینا رو با هم دیگه ادغام میکنه. الان باز هم با هم دیگه میبینیم که دقیقاً چی کار میکنه. میذارم روی فریم بلندینگ، اوکی میکنم و یک دوره دیگه رندر این اوت رو میزنم. خب حالا ما اگه بریم جلو فریم فریم میریم جلو، میبینید این فریم میرم از اول، اصلا این فریم اول یه زمین میام جلو، میبینین فریم اول و فریم سوم در واقع این وسط یه تغییر ایجاد شده. فریم اول و فریم سوم این وسط با هم دیگه یه فریم جدید ایجاد شده که از ادغام کردن اینا هست. میبینین میبینید چجوری بود؟ اونجا کپی شد، یعنی اونجا ما چنین چیزی نمیدیدیم، از ادغام کردن چیزی نمیدیدیم، اما اینجا توی فریم بلندینگ ادغام کردن فریم ها رو میبینیم که این خیلی در واقع یه سری وقتا در واقع اینا برای جاهای خاصی درست شدن. مثلا طریق جایی که باید از فریم بلندینگ استفاده کنیم توی مواقعیه که مثلا میخواین تایم لپس بذاریم، مثل نمونه‌ای که دارید میبینید. خب توی تایم لپس خیلی جذاب میکنه، سوژه یه جوری حرکت میکنه که انگار
پشتش، یعنی وقتی حرکت میکنه توی همین ویدیویی که میبینید چند ثانیه قبلش هم پشتش هست و یه حالت جذابی به وجود میاره. این با فریم بلندینگ اتفاق میفته که میبینین کپی میکنه و ادغام میکنه با هم اینا رو و یه حالت نرمی رو برای ویدیو درست میکنه، تا حدی میتونه اسلوی خیلی نرمی رو به ما بده. اما اپتیکال فلو کلن با اینا فرق میکنه. اون کارش چیه؟ کار اپتیکال فلو اینه که از فریم اول و فریم دوم این وسط که خالی میشه رو یه فریم جدید میسازه، یعنی دیگه ادغام نمیکنه. با هوش مصنوعی که وجود داره و با استفاده از کارت گرافیک سیستم و مثل تکنیک کانتنت اور فتوشاپ یا افتر افکت، اگه بدون چی من بارها در مورد صحبت کردم، کانتنت اور فتوشاپ دقیقا یه همچین چیزیه. با هوش مصنوعی یه چیزی که نیست رو وجود میاره. این هم دقیقا همون جوریه. ما الان اینو کلیک راست میکنیم، اسپید دیوریشن رو میذاریم روی فریم، روی اپتیکال فلو و اوکی میکنیم و باز هم رندر این اوت رو میزنیم که ببینیم چی کار میکنه. میبینید این الان خیلی نرم اتفاق افتاد و به ظاهر همیشه اپتیکال فلو جوابه و تو اکثر ویدیوها جواب میده، اما یه سری وقتا جزئیات ویدیو زیاده و اپتیکال فلو خطا میده، یا یه سری وقتا از نورهای زیادی استفاده شده، از لیزر استفاده شده، از جزئیات زیادی استفاده شده تصویر، و اونجاست که اپتیکال فلو خطا میده که الان دقیقاً با هم دیگه میبینیم که چه اتفاقی میفته. ما اینجا دوباره بزرگ میکنیم و فریم فریم میریم جلو. میبینید خطا رو رو دستار ببینید، در واقع یک فریم جدید ایجاد کرد. میبینید فریم جدید ایجاد میکنه و تا حدی هم درختای پشت کاملا اوکیه، سوژه کلش اوکیه، اما دستا بد میشن و این وقتی توی سریع دیده میشه، توی سرعت دیده میشه، اونقدر به چشم نمیاد. میبینین ولی فریم های جدیدی اعمال میکنه با استفاده از کارت گرافیک و هوش مصنوعی که داره و خب تا حد خیلی زیادی اکثر وقتا کمکمون میکنه و خیلی در واقع اسلوی نرمی رو به ما میده. حالا که تفاوت اینا رو متوجه شدید، خیلی راحت تر میتونید توی ویدیوهاتون تصمیم بگیرید که روی کدوم گزینه بذارید. اینجوری نیست که همیشه روی اپتیکال فلو بذارید یا همیشه روی فریم بلندینگ بذارید یا همیشه روی فریم سامپلینگ بذارید. هر کدوم اینا جای خاصی کاربرد دارن بستگی به نیازی که شما دارید. الان که متوجه شدید، از این بعد میتونید خیلی بهتر تصمیم بگیرید که کجا چی رو بذارید. خیلی از اوقات توی یه سری از ویدیوهای خیلی حرفه‌ای، ویدیوهای سینمایی حتی، دیدم که برای اسلو کردن روی اپتیکال فلو گذاشتن و چون لیزر نور توی اون صحنه استفاده شده بود، باعث در واقع اون یه حالت چجوری بگم موجطوری توی ویدیو میافتاد که واقعا خیلی بده. پس همیشه دقت کنید که کجا دارین این اپتیکال فلو رو استفاده میکنید. خیلی وقتا جواب نمیده، مثلا توی این ویدیو جواب داد، خب تقریبا اوکی بود، ما تو سرعت تون نگاه میکنیم اوکیه، اونقدر به چشم نمیاد. اما اگه مثلا بیام توی این ویدیو یه ویدیو دیگه که جزئیات بیشتری ما اینجا داریم، ببینید اینجا جزئیات بیشتری داریم دیگه، جزئیاتمون چجوریه؟ مثل درخت ها نیست که خیلی راحت با هم دیگه ادغام بشه. جزئیاتمون اینجوریه، میله هست، اینجا دیوار هست، و حالا اینو اگه من سرعتش رو بذارم روی 50 و اپتیکال فلو رو بزنم، ببینید چه اتفاقی میفته. من اینو دوباره رندر میگیرم، ببینید بذارید فریم برم جلو، ببینید تا اینجا اوکی بود، این ورا اوکی، اینجا رو میبینید از نرده های پشت شکار که اصلا کاملا خطا داده و این ایراد کاره، یا مثلا اینجا یه ذره جلوتر میبینید دستا باز هم مثل دستای اون ویدیوی شده که تقریبا قابل قبول یه سری جا، ولی خب باز هم میتونه ایراد کار باشه، اما توی لوکیشن واقعا اینجا خیلی ایراد داشت و این نباید استفاده بشه. حالا اگه دوست داشتید میتونید استفاده کنین، اما به هر حال استاندارد نیست. دمتون گرم از این که همراه هم بودید و امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و استفاده کنید. حتما اگه داخل یوتیوب نگاه میکنید و هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید، دیگه منتظر چی هستید؟ همین الان روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید و عضو کانال بشید. از آموزش‌های جدیدی که در آینده قرار میگیره و آموزش‌هایی که همین الان داخل کانال هست استفاده کنید و وارد کانال بشید. این ویدیو هم حتما لایک کنین و یه کامنت هم واسم بذارید. مرسی که همراه هستید، امیدوارم براتون مفید بوده باشه و تا یه آموزش دیگه و یه روز دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ.